درود بر شما. ثبت نام رای دهندگان در غرب افغانستان به خصوص هرات تا کنون با استقبال مردم روبرو نشده است. نه تنها دولت بلکه فعالین مدنی و حتی کسانی که نامزد انتخابات پارلمانی هستند نگران این مسئله می باشند. آنگونه که کارشناسان می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان به درستی تا کنون نتوانسته است اعتماد مردم را به کمیسیون و جریان برگزاری انتخابات به دست آورد. در همه پرسی که اخیراً تلویزیون آریانا در هرات را اندازی کرد، 63% از مردم در این ولایت حاضر نیستند تا پای صندوق‌های رای بروند. در این همه پرسی که از اقشار مختلف صورت گرفته، بی‌باوری به کمیسیون مستقل انتخابات، چالش‌های امنیتی، دخالت احزاب سیاسی و مدیریت شدن کمیسیون از سوی دولت، دلایل شرکت نکردن به این انتخابات از سوی مردم عنوان شده است. در برنامه کنونی با حضور محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان، وکیل حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی و ماریا بشیر فعال مدنی به این مسائل میپردازیم. همچنان ما از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز دعوت کردیم که حاضر نشد به این برنامه شرکت کند. مهمونان عزیز خیلی خوش آمدین. تشکر. آقای شهید، بحث با شما آغاز میکنین. چرا در هرات شهروندا کمتر حاضر میشن بیان ثبت نام کنن برای که باز بتونن در روز انتخابات رای بدن؟ دلیل در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون آریانا، آریانا نیوز. این بسیار واضح است که دلسردی مردم برمیگرده به انتخابات بسیار پرتقلب و غلطی که در ریاست جمهوری اخیر ما داشتیم و آنقدر او به گند کشیده شد که دیگه اعتماد مردم از دست رفته. با وجودی که ایجاد حکومت وحدت ملی یکی از مواد ایجاد حکومت، اصلاحات در سیستم انتخاباتی بود که او هم بسیار با کندی پیش رفت و بالاخره او اصلاحات آمد. ولی خب شما آماده ساختن ذهنیت های مردم هم میفهمید که بسیار مشکل است که پس اعتماد بکنن و پای صندوق های رای برن و بخصوص پای پروسی فعلی. این یک گپ عمومی است که قابل پیشبینی بود، هم برای دولت افغانستان، هم برای دوستای بین المللی، همه که ما میفهمیدیم که همین غلط هست. ولی خب چاره هم نیست و با انتخابات صورت بگیره. از این که حالا مردم علاقمندی کمتر دارن، با وجودی که این آسیب شناسی ها صورت گرفته بود، متاسفانه میخوایم سریع بگیم که کمیسیون انتخابات بسیار ضعیف عمل میکنن، با خصوص در رسه آگاهی همه بسیار برنامه های ضعیفی داره. حتی خود ما گاهی مشکوک میشیم که کدام برنامه هست که این پروسه این رقم ضعیف پیش میره. مردم هیچ آگاهی نداره، معلومات نداره. حتی کسایی که کاندید است نوعیت این پروسیجر ای دفعه نمیفهمه. برن میگه کارت بگیرین. حتی یکی از تلویزیون های بسیار مطرح وقتی یکی از برنامه های خود صحبت میکنه، مردم میگه که شما برین کارت بگیرین، کارت بگیرین، در حالی که بسیار واضح باید گفته شده شما تذکره های خود برین اونجا ثبت بکنین. و ما ایران ماندم که ای کسی به جواب از اینا گفتیم مثلا که اصلاح بکنین، رقم صحبت نکنین. خب این معضلات هست. شما ضعف کمیسیون مستقل انتخابات دقیقا در این میدانین که تا کنون ضعیف عمل کرده که مردم آگاهی ندارن؟ بالکل بالکل. و مثلا مراکز رای دهی را بسیار ساده به ما میگن که خب مراکز رای دهی است که مردم با او آشنا هستن و این غلط است. حداقل در مراکز ثبت نام رای دهندگان هیچ یک بینر یک تابلوی زده نیست که مردم مراجعه بکنه. یک تکی فرسودی که از سالهای قبل بوده او هم کت شده، کسی او را نمیبینه، او را بند کردن، در حالی که مصرف یک بینر 200 افغانی است. در این هرات شما 50 مرکز رای دهی دارین، 50-210,000 افغانی میشه. من شخصا برای رئیس کمیسیون اینجا برش تلفن کردم و برش گفتم که برای مردم اطلاع رسانی بکنید، حداقل امیر بند بکنید. گفت ما یک افغانی نداریم. ما به والی هرات گفتم، گفت جناب والی صاحب خیر است که اینا ندانه، شما 10,000 افغانی برای اونا کمک بکنید. خب برای من میگن شما بکنید. ما به عنوان یک کسی که شهروند هستم، ما این نوع مداخله ما میشه در امور انتخابات، من این کارو نمیکنم. حتی ما با خود کمیسیون تماس گرفتم، برشون گفتم که مزله از مردم بلد نیست، این کار بسیار ساده را نمیکنه. از طرف دیگه در دورهای قبلی امروز ما با یک تعداد وکلای گذر ششته بودم، اونا گفتن که در دورهای قبلی کمیسیون بخش آگاهی عامه از این ما را میخواست، با ما صحبت میکرد،
چندین میتینگ میگرفت، ما میرفتیم با مردم صحبت میکردیم. این دفعه سر این کار نشده، این کار نشده. و تشکر از شما که برنامه را گرفتین که هشدار بدین برای مسئولین دولتی. اینجا حیثیت دولت افغانستان مطرح است، عدم اشتراک، پایین بودن سطح اشتراک، مشروعیت نظام به شدت زیر سوال میبره، باعث خوشنودی دشمنان ما میشه. و هر برنامه را که امیدوار هستم دولت میتونه او را تنظیم بکنه که حضور مردم بیشتر شود، که مشروعیت نظام مطرح شود، در حالی که با پایین آمدن مشروعیت نظام همکاری های بین المللی به شدت کاهش پیدا میکنه، علاقمندی بین نظام کاهش پیدا میکنه و ما به طرف یک واجهه بزرگ قادر هستیم. تشکر از شما. آیا هاشمی جان، آقای شهیر هم گفتن حالا ضعف در کمیسیون مستقل انتخابات و مسئله دیگه که در صفحات اجتماعی روزا مطرح میشه که گویا اصلا دولت پلان نداره برای برگزاری انتخابات با این شرایطی که حالا پیش میره، شما به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی تا چه اندازه نگرانی ها حالا به کمیسیون مستقل انتخابات، اگر جای آقای شهیر گفتم با والی و با رئیس هم صحبت کنم، حالا شما در این زمینه چه کارهایی تا حالا انجام دادن که هم نگرانی مردم برطرف شه، هم از کسایی که میخوان خود کان نامزد بسازن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و جناب شهری صاحب، جناب بشیر صاحب، بینندگان تلویزیون نیوز، همشهریان شهر ایراد. ما میخوایم اول سر مسائل انتخابات صحبت کنیم که انتخابات یعنی چی. انتخابات خود از یک فرآیند تصمیم گیری رسمیه که بر اساس از او مردم یا برخی مردم برای اداره امور عمومی خود خوش شخص یا اشخاصی به مقام رسمی برای مدت معلوم بر اساس ریختن رأی خود به صندوق ها برمیگذرن. یا به عبارت دیگر، انتخابات در پروسه های دموکراسی یگانه گزینیه برای زمینه ساز رشد و تحول و رفاه و ترقی در جامعه. متاسفانه انتخاباتی که در افغانستان برگزار شده تا فعلا نتونسته که امو آرمان ها و هدف مردم افغانستان به ثمر برسانه. انتخاباتی که فعلا سال 97 پیش رویه، ما امید نداشتیم که این انتخابات برگزار میشه. حال مردم رو به زیر باور رسیدن که انتخابات برگزار میشه، به چی شکل، به چی نوع برگزار میشه. شما فکر کنیم از تاریخ 25 عمل تا 22 سور من میثبت روند ثبت رایندگان در مرکز خود ولایات برگزار میشه یا ولایت میکنه. همچنین از 25 سر تا به 7 جوزاد در خود مرکز ولسوالی ها و از 7 تقریبا از 9 سر تقریبا تا از 9 جوزاد، از 7 جوزاد تا به 9 جوزاد تا 22 جوزاد در قریه جات، یعنی بسیار مدت کمیه که برای روند ثبت نام. خب قرار بود که خود این اداره ثبت احوال نفوس تقریبا 10 میلیون اضافه وجود دارن 10 میلیون نفر برای از اونها تذکره توزیع کنه، از وجود کار خوش شروع کنه. متاسفانه ما شاهد توزیع یک تذکره به برج عود در ولایت ایراد و در زیاد ولایت ها نبودیم. روندی که فعلا ثبت نام جریان داره، شما در نهی 11 شهر ولایت ایراد حتی تا دیروز که من اطلاع دارم یکی از طبقه اوناس هم حضور پیدا نکرد، یک نفر هم حاضر نشده بود که ثبت نام کن. این خود از یک موزله که ما همراه مقامات محلی ولایت ایراد، همراه کمیسیون انتخابات این موضوع شریک ساختیم. حالا پاسخ از اونا چی بوده؟ به نام اطلاع مردم رساندیم، از مردم هم خواهش کردیم که انتخابات خود یک وجیبه ملیه، میتونیم ما به یعنی آمادن به سر صندوق ها برای ریختن رای خود میتونیم، برای جلوگیری از کسانی که میخوایم از رای مردم ها استفاده سو بکنم ما میتونیم برای از اونها نیست. حالا پاسخ اونا چی پاسخ داشتن دقیقا؟ خب اونا پاسخ هایی که دارم امی روان جریان داره، زیادتر میگم که امی برنامه فردان سازمینده شده یه سلیت ما خارجی، ما مگر خود مقامات مرکزی شریک بسازیم. ما سر از این برنامه تصابه تلاش میکنیم که انشاءالله بلکه میتونیم یک اصلاحاتی بوجود بیه در موضوع روند ثبت نامه رایندگان در ولایت ایران. تشکر شما. خانم بشیر، آنچه که اسنادی که به دست داریم در حال حاضر در هرات در جریان چند روزه که پروسه ثبت نام شروع شده، حدود بالاتر از 500 نفر، یعنی حدود بین 500 تا 600 نفر تنها ثبت نام کردن. از این میان گفته میشه حدود 50 خانم است.
در این چند روز. حالا در هرات که فعالیت‌های مدنی برای خانم‌ها خیلی زیاد است، کارهای مدنی انجام بدن، نقش خانم‌ها زیاد است. در این چند روز آیا از دید شما نگران کننده نیست که تنها 50 خانم ثبت نام کردن و این 50 تا مثلا در این چند روز میتونن رای بدن، و اینکه مثل دفعات قبل در انتخابات کارت رای دهی بود، این بار باید برن تذکره خود ثبت کنن. اگه کسی تذکره رو ثبت نکنه یا راجستر نکنه نمیتونه رای بده. تا چی اندازه مسئله برای شما به عنوان یک فعال مدنی نگران کننده است؟ بنا به خدا و با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و دوستایی که دور از میز هستیم، اولا خودم تشکر میکنم از تلویزیون آریانا نیوز که یک نکته اساس را متوجه شدن و رسالت خود حداقل در قبال ملت ادا میکنن. در حالی که باید کمپاین های مطبوعاتی آنقدر فراگیر می بود که تا تمام مردم از پروسیجر جدید آگاه می بودن، اما که جناب شهیر سی فرمودن این به نهایت نگران کننده است، مخصوصا بر ما زنا، بیان که اگر ما در یک طرف قضیه مزایای ثبت فهرست نام رای دهنده ها را می شماریم که او انشالله جلوگیری از تقلب و یا شمار در وقت شمارش آرا به رسیدن به یک نتیجه مثبت هست، از یک طرف دیگه ما زمان کوتاه و نارسایی کمیسیون در این مورد مورد بررسی قرار بدیم، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوبه خود که اونمو رفتن به یک انتخابات خوب و یک انتخابات شفاف است برسیم. فرصت های بسیار کم، کارهای بسیار عجولانه در حوال. من نگرانی مهی است که تعداد زیاد زنها تذکره ندارن، به خاطر که اونا زنهایی که در امور منزل مصروف هستن و مشغول هستن، در حالی که فعلا الحمدلله شعور سیاسی زنها ارتقا پیدا کرده و زنها میخواین از حق خود استفاده بکنن و برن رای بتر رای خود استفاده بکنن، همون وقتی که پروسیجر تذکره شده اکثریتشان تذکره ندارن. هنوز همونطور که جناب هاشمی سیم فرمودن، باید که بسیار به یک پلان بسیار منظم و تنظیم شده و به یک شدت و به یک حالتی که جوابگوی نیازمندی های فعلی اشخاصی که تذکره ندارن می بودن، به طور سیستماتیک دفتر کمیسیون انتخابات و دفتر توزیع تذکره یک هماهنگی می داشتن، حداقل در پالوی همین مراکزی که فعلا بر ثبت فهرست نام رای دهنده ها توزیع تذکره هم فعال می بود، مردم می تونستن تذکره بگیرن باز برن ثبت کنن. مردمی که اونا باورمندی ندارن به برگزاری یک انتخابات شفاف نظر به تجربه تلخ گذشته، مردمی که از فشار اقتصادی و مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج میبرن و نان ندارن، مردمی که از ناامنی و از هراس و بیم از این که نمیخواین که در پشت تذکرهای خود یک استیکر داشته باشن که در محلات ناهم وقتی گشت و گذار میکنن و تردد دارن و در راه ها سفر میکنن به دست گروه مخالف دولت نفته و باز خاطرات تلخ کشته شدن مردم به خاطر رفتن به انتخابات نداشته باشیم، چگونه میتونن سه بار مراجعه بکنن، یک بار برن تذکره بگیرن، یک بار برن ثبت نام فهرست رای دهنده ها شون و در روز انتخابات هم برن به پای صندوق های رای، در حالی که ما هنوز و اعتماد سازی را نداریم بر مردم. مردم خاطر جمع از این نساختیم که ما میریم به طرف یک انتخابات خوب و شفاف و عادلانه و شما این بار حداقل رایتون به جای نخواهد رفت، حداقل تقلب نخواهد شد، حداقل رایتون صندوق پر نخواهد شد و به فروش نخواهد رسید و خاطرات بعدی که ما از گذشته داشتیم. جدا و شدیدا از آدرس یک زن افغان من نگران هستم و تمام زنها نگران هستند که هیچ کس خبر نداره. وقتی ما میال کسایی به من مراجعه میکنن، من برشون میگم که شما رفتین که تذکره تون ثبت بکنین برای فهرست رای دهنده ها، اونا میپرسن که تذکره چی؟ ما میگیم تذکره باید بره به این شکل ثبت راجستر شوه در یک کتاب، در پشت از او یک کارت یا یک استیکر زده شوه و در روز انتخابات شما باید برید بر اون مرکزی که ثبت نام کردین رای بتین. اونا میگن خب او کارتایی که ما سابق داشتیم به کار نمی، او کارتا دیگه حال به درد نمیخوره. آگاهی در این حد پایین است، در این حد ضعیف است که هیچ کس از پروسیجر خبر نداره. ما دیروز به غرض معلومات نفر روان کردیم به کمیسیون که از کمیسیون پرسان بکنن که کسایی که واجد شرایط کاندید شدن هستن و میخواین کاندید شون در اول جوزا تاریخ اعلان شده کدام مدارک به کار دارن و کدام اسناد به کار دارن. کمیسیون در جواب برام از دروازه کمیسیون یک جواب میتن که ما خود ما هنوز سر از این طرز العمل کار میکنیم و هر وقت که ما به نتیجه رسیدیم وقتش رسید باز میگیم که واجدین شرایط چی مدارک را باید بیارن. این سوال برانگیز است، این شک بسیار قوی میسازه که آیا انتخابات برگزار خواهد شد و اگر انتخابات برگزار خواهد شد چگونه این ناممکنات شما ممکن میسازید. تشکر از شما آقای شیرین نگرانی، خانم بشیر و آقای شمیرم تیتیم که
ابعاد مختلف داشت. یک بحث این بحث تذکره است که قبلا کارت مطرح بود، حالا تذکره. یک از مسائلی که من خانم بشیر مطرح کردن می تذکره برچسب که میخوره به مناطق نام، یکی مسئله. یکی آیا این کارت این تذکره وقتی که برچسب بخوره زمینه تقلب واقعا کاهش میتونه داده؟ آنچه که دولت میگه، مسئولین که مسئول مستقل در چند روز میگن که با این شیوه جدید ما میزان تقلب کاهش میدیم، از دید شما آیا واقعا کاهش پیدا میکنه؟ بله. ما چگونه؟ ما اول خب انتخابات قبلی خاطرات بدی داریم. بعد از او کسایی که پروفشنال در مسئله انتخابات هستن همیشه مطرح کردن که ثبت نام رای دهندگان یک اصل است. ما این پروسه پروسه جالب است، پروسه مطمئن است، پروا نداره. شاید این دفعه این اشتراک کم باشه ولی درسی خواهد داد برای مردم که در انتخابات دیگه به شدت حضور پیدا بکنند. اولا که تذکره با کارت تفاوتش است که در زمان توزیع کارت یک نفر میتونست به هر جای بالا شو یک کارت را بگیره. بسیاری نفرا 20 30 تا کارت گرفته بودن و این زمینه تقلب مساعد ساخته بود. پروسه اخذ تذکره کمک طولانی است و باید به دقت صورت بگیره، تضمین به کار داره. این کارا با چه ما از حمایت میکنیم. اگه انتخابات خود ما باید اینمی جای استاس که ما انتخابات خود اصلاح بکنیم. اما آقای شهید ما در قسمت تذکره هم تقلب در بازار خیلی زیاد است. خب ببینید او را باید او را باید چک بکنن. تقلب خب باید تاییدی داشته باشه، تاییدی داشته باشه. کسی که تذکره را میبره طبیعتا کمیسیون باید او را چک بکنه. خب بعید نیست در همه گفت تقلب هست، ولی خب این یک گام بهتر است از او، باید گام از او بهتر است. یک گپ دیگر را فراموش نکنیم. ما امیری خم که دوستان میگن خب پشت سر تذکره ما استیکر میزنه، یا با نظام امانگ باشین رای بتین یا زیر تاثیر مخالفین باشین. اینجا هم باید صف مشخص شود. اینجا آدم هایست کارمند دولت هست میخواه کار بکنه، ولی ما تذکری خود تابانه میکنم. خب این رقم نمیشه. خب شما او عسکری که در جبهه جنگ میکنه، او یکی از نظام دفاع میکنه، این کسایی که در انتخابات اشتراک میکنه، کسایی کار میکنه. خب اتو دو دله نباشین دیگه برای تقویه نظام. خب یک مسئله متوجه باشین که در افغانستان دیروز اسماعیل خان مطرح کرد که 50% خاک افغانستان در دست طالباست. آنچه که خانم بشیر مطرح میکنم، بله شما میال در ولسوالی شیندن نمیتونیم بریم، در ولسوالی پشتون زرقوان، در ولسوالی اوبه، در ولسوالی چشت شریف مخالفین حضور دارن. به عنوان یک نگارین این مطرح است. شمایی که در شهر هستن نگران کننده بر شما نیست، اما کسایی که در ولسوالی هستن و میخوان آزاد باشن و مورد تهدید طالب قرار نگیرن، به عنوان یک نگرانی است. ببینید انوز خب من نمیگم که این نگرانی است. خب حتی اگر قرار باشه در سایه حکومت هم زندگی کردن یک نوع تهدید است برای طالب که تو به شهر زندگی میکنی، او میتونه که تو رو تهدید بکنه. خب ما راه نداریم، ما نمیتونیم انتخابات نکنیم. پارلمان وقتش تکمیل شده، 3 سال غیر مشروع موجود. از یک طرف همه میخوایم که انتخابات صورت بگیره. چرا بحث تذکرای الکترونیکی رو جدی نگرفت حکومت؟ ببینید حکومت تذکرای الکترونیکی رو جدی گرفت. دو طرف افرادی هستن که مانع از کار میشن و ما برای شما عرض میکنم که تذکرای الکترونیکی به 8 سال هم تکمیل نمیشه، به 10 سال این پروسه ازی باید دوام میکنه. تو فکر میکنی که تذکره الکترونیکی به 6 ماه توزیع بشه؟ این ناممکن است. این یک پروسه طولانی داره، این بسیار وقت میگیره، به 8 سال و 10 سال هم این تکمیل نمیشه. برای فعلا یک تدابیر حالت امرجنسی باری یک استثنایی را حالا گرفتن که خب هم جامعه جانی فشار میگه شما انتخابات بکنیم، هم تمام نهادها میگن که انتخاب بکنیم، پارلمان غیر مشروع، نظام غیر مشروع. خب برای این راه حل چی پیدا بکنیم؟ ما و شما به عنوان کسایی که در این نظام زندگی میکنید راه حل بتیم. خب است که ما در حکومت هم اگر نیستیم خب دیگه چاره نیست. شما اینها شما باشین چیکار کردن میتونید؟ بالاخره بعض نقاط ناامن ما داریم. 100% در افغانستان در تمام نقاطش انتخابات نمیشه. همیشه میگن که 1100 مرکز زیر تهدید است. یه گفته شده از 7000 مرکز. خب 6000 مرکز خود حداقل شاید بتونه 5000 رای بده. همین هم میتونه که در صورت اشتراک بکنن مشروعیت ببخشه به انتخابات و مردم اشتراک بکنن. من فکر میکنم که مشکلات داره و طور طراحی شده که این تقلب کاهش بده. تقلب که ایوازی که نماینده غیر واقعی بوره، ایوازی که فروخته شود دیگه شود، این ثبت نام پروسی ثبت نام رایندگان یک پروسی خوب است، اساسی هست، باید بپذیریم مشکلاتشه. مردم 2-3 دفعه بره، چون یک پروسه با اهمیت و سرنوشت ساز است. اینو نباید سرانگاری بگیرید که نه من کارت خدا بتن ما با مورز میبینیم چیزی نشتا میکنیم. نه، وقتی نماینده واقعی میخوای باید کار بکنیم. کسایی که کاندید است دولت و کمیسیون انتخابات باید درجه آگاهی بده برای مردم، مردم به تشویق بکنه و بعضی برنامه های متمم از این بگیره که مردم باید حتمی برن.
حد میرفتن مردم پای صندوق های رای در اکثر کشورها مشروع است. شما در ایران ببینید اگه کسی در کارت در تذکری از او یا شناسنامی از او تاپه نباشد از اکثر امتیازات محروم است. در ترکیه گفتن این نگاه پس در ترکیه اگر کسای پای صندوق های رای تذکری که دارن تذکری درست و همه چیز با معیارهای روز یا استانداردهای روز عیار است، اما در حال حاضر در افغانستان تذکری یک برگه است. در تفاوت هم وجود داره. مخجور نمیم به سر تذکری الکترونیک، مخجور جال کردیم فیلن همی هست، چاره دیگه نیست. هر کسی شما بگید دیگه چاره برزی سنجش کرده نمیتونه. اینی میست اگه این مرحله بخیر تیر شده باز این شاره بتانیم در آینده جور بیم تذکری الکترونیک هم توضیح. شکر از مقای شیر آیا شما چه تهدیدهای بسیار جدی در مقابل پروسه هم ثبت نام و هم پروسه خود انتخابات وجود داره در حال حاضر؟ از نظر من برگزاری انتخابات در نظام مردم سالار به عنوان یک هدف مطرحیه، یک آینه که هم مردم به حساب اراده هم مردم باید به نمایش گذاشته شد. هر قدر که انتخابات به شفافیت برگزار شد میتونه انمی ثبات دولت حاکمیت سیاسی بیشتر تکیم. وقتی که شما میبینید که در ولسوالی گرون انتخابات برگزار میشه، من گپ شیر سه بر یک راست تایید میکنم که میتونید برای جلوگیری از تقلب و فساد اینا این پروسه روند خوبی داشته باشه، اما در ولسوالی گرون که اونجوری حکومت حاکمیت نداره برنامه انتخابات هم برگزار میشه، اونجا تذکره فردن برای کسانی که خود حضور ندارن تذکره گرفته میشه و خودم کارت یا تنر نصب میشه به داخل صندوق رای انداخته میشه، این کی میتونه جلوگیری کنه؟ وقتی که حکومت در اونجا حاکمیت نداشته باشه فرضاً زیر تهدید ولسوالی یا مو رای مرکز رای دیگه قرار داشته باشه. شما فکر کنید در ولسوالی پشت زرقون قرار بود که نمی مدیر حساب خود مرکز رای دی رئیس محل مامور ثبت نام اونجا به اعلان داده شه، متاسفانه مردم هیچ خبر نداره. کسانی که تعیین شده مردم هیچ اطلاعاتی ندارم، شکایت ها بریم آدرس مردم به شورای ولایتی رسیده. اگر امیر روند به می شکل پیش بره من فکر نمی کنم یک انتخابات شفاف برگزار شه. انتخابات هم زیر سوال میره. انتخابات هم بزرگ شکلی که مردم میخواد نماینده های ولی خور معرفی کنم انتخاب کنم بتونم نماینده های خود خور و مورد تایید مردم باشه، باید بتونم به انتخابات اونا رای بدم انتخاب کنم و نماینده های از اونا بتونم موفق شد در انتخاب. وقتی که در اونجا تقلب و فرضاً فساد وجود داشته باشه خود از این میتونه فرضاً باعث ناباوری مردم شه که امروز مردم علت این اینه که به روند ثبت نام فرضاً اشتراک نمیکنن. چی مردم در صورتی که نمی خود داخل خود شهر ایراد امنیت وجود داره، امنیت نسبی وجود داره، چرا مردم اشتراک نمیکنن؟ مردم در مقابل انمی انتخابات های گذاشته بی باور شدن، مردم اعتماد ندارن تا اصلاحات در کمیسیون انتخابات به وجود نیاید نمیتونه باور مردم رو پس به دست بیاره. شما میبینید که هر روز سر موضوع رئیس انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات یک تنش وجود داره. این بی باوری مردم به وجود آورده. از دید شما آقای هاشمی این تغییرات که شما میگین آیا در هرات هم باید به وجود بیاد؟ آنچه که شما میگین در ولسوالی که مطرح کردیم قرار سال رئیس منطقه تعیین بشه در قسمت کمیسیون انتخابات، مردم منطقه اعتراض خبر ندارن و اعتراض میکنن. آیا اصلاحات نیاز است در هرات بشه؟ آنچه آقای شهید در ابتدا گفتن که مطرح میکنن 10,000 افغانی بنر که گفتن نیاز است برای پول، رئیس کمیسیون میگه ما بودجه نداریم. خب با این شرایط رفتن به پای صندوق های رای آیا نیاز است در اعضای کمیسیون انتخابات هرات هم تغییرات به وجود بیاد؟ قرار بود که بستای ریاست های کمیسیون انتخابات در کل ولایت بره به اعلان بره بستا طریق سیبیان بیان، متاسفانه برای بعد چالش ها و مشکلات هایی که وجود داره ما نمیفهمیم چرا بستا به اعلان رو یه بعد دو کسانی به امتحان اشتراک نکردم. این خود از یک مزل برای خود انتخابات که انتخابات قبلا هم دیر سوال بوده، تقلب وجود داشته، فساد وجود داشته. شما میفهمید که کسانی که برای مردم زیادتر مامور گفته نمیتونم، بعضی کسانی هستم که زیر سواله بر اساس رای مردم را پیدا نکردم. شما شاهد هستید در خود ولایت ایراد، در خود پارلمان فرزند کشور، در شورای ملی شما جریاناتی که وجود داره اینا اگه بر اساس رای مردم میادم امروز این مشکلات در خود پارلمان وجود نداشت. شما میفهمید که یک گروه دو تیم، یک تیم استزا یک رئیس اداره میخواد، یک دیگه مخالفت میکنه، اما این اصلاحات وجود نمی چون اینا بر اساس رای مردم نمادن، بر اساس تقلب و فسادی که وجود داشته. اگر باز هم پس تکرار بشه ما فکر نمی کنم که ما یک انتخابات شفافی بتونیم در کشور داشته باشیم. ما بتونیم نمایندای واقعی خود در پارلمان یا در شورای ملی
نماینده خود معرفی کنیم یا نماینده داشته باشیم که او بتونه نمایندگی از مردم ولایات بکنه. این خود از یک سوال بره. تشکر از شما آقای هاشمی. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. درود بر شما. شما بیننده برنامه نگرش از استودیو هرات هستید. آقای شهر، چالش های امنیتی تا چه اندازه نگران کننده میتونه باشه در مقابل ام پروسه ثبت نام، ام پروسه رای دهی در انتخابات پارلمانی؟ چالش جدی میتونه باشه آخه؟ از روزی که نظام جدید آمده و پروسه انتخابات در افغانستان تدبیر شده، ما با چالش های امنیتی مواجه بودیم. البته در دور اول کمک محدودتر بود، ولی بعد از اون همیشه بوده و این چالش های امنیتی نباید مانع تدبیر انتخابات ما شود. اگر قرار باشه که انتخابات دایر نشه، به ایمان است که مخالفین و دشمنای مردم افغانستان موفق شدن و ما این کار کرده نمیتونیم. چالش های امنیتی وجود داره، اما اطمینانی که از طرف نیروهای امنیتی کشور و همکارای بین المللی برشان داده شده، سایه حاکمیت دولتی را توسعه میتن و زمینه انتخابات در مناطق دوردست که مشکلات امنیتی داره مساعد خواهد شد. و تنها برای خاطر انتخابات؟ خب فعلا احتمالا به می کار میکنن، ولی خب برنامه امنیتی یک ذره قوی تر شده و نیروهای امنیتی، ما شما میفهمین که قوتشان در برابر مخالفین زیادتر شده و عملیات های را اینا انجام میتن و خب این امیدواری است که ما به طرف یک امنیت بریم. و از طرف دیگه گپایی که شنیده میشه، حتی بحث صلح نزدیک شده گپایی زده میشه و در بین مخالفین نیروهای طالب و اینا بحث و گفتگو برای جواب مثبت برای پیشنهادات دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده. و حتی گپایی را که خاص شنیدیم که احتمالا مخالفین هم با انتخابات هماهنگی خواهد کرد. دیروز مسئله رد کردن، طالب اعلان کردن که ما به هیچ عنوان در انتخابات که نیروهای خارجی در تامین امنیت از و نقش داشته باشن حاضر نمیشیم، که نه خود ما حاضر میشن و از کسایی هم که خواسته باشن حاضر بشن اونا رو تهدید کردن. چنانچه نمونه شما در غور دیدیم دیروز که سه نفر با خود بردن مواد انتخاباتی را آتیش زدن، تهدید علنی. خب مخالفین هم یک گروه نیست، تیپ های مختلفه است. حتی بازگزارش هایی که ما آمد این بحث غوره یک تعداد رد کرد که کار ما نکردیم، کسایی میخوای تهدید بکنه. خب بر صورت مشکلات امنیتی ما اعتماد کرده نمیتونیم، ولی به این معنا نیست که با حضور این همه دولت نیروهای بین المللی ما انتخاب دایر نکنیم، انتخابات خود دایر کرده نتونیم. این دیگه باز یک نقطه بسیار منفی برای مردم افغانستان، برای دولت افغانستان و حتی برای جامعه بین المللی که ما را کمک میکنه. اینجا اراده میخواد، وقتی ما میخوایم کشور خود را بسازیم، وقتی ما میخوایم که آینده خود را بسازیم، وقتی می خواهیم که از وابستگی به خارجی ها خلاص شویم، یک کمک جسارت، یک کمک عزم متین رفتن به قبول خطر. اینطور نمیشه که ما نه کشته شویم نه کاری بکنیم و از همه قربانی داد. نه این نمیشه. حالا ما شما که اینجا نشستیم، این برنامه اینا همگی یک مبارزه است، ما برای آینده افغانستان فکر میکنیم. اما شهر، قربانی رومان در افغانستان مردمان میدن که در قریا و ولسوالی ها بیشتر مردم عام، نه افرادی که در حالا رده های بالا هستن، قربانی رومان مردم میدن و این در تضاد است با آنچه که خب حکومت میگه. حکومت می شعار میده و اما در مثلا در حادثه که در غور اتفاق افتاده، سه تا از کسایی که جزء کمیسیون انتخابات بودن افراد عادی همون منطقه بودن، اینا رو آمد طالب آوردن. خب این حوادث صورت میگیره، یعنی اگر قرار باشه که از این حوادث باشه که از تمام این پروسه بگذاریم، ما فکر نمی کنم ما باید برسیم. تشکر خانم بشیر. مسائل امنیتی که آقای هاشمی مطرح کردم، خانم آقای شهیرم، تا چی اندازه برای خانم ها میتونه نگران کننده باشه بحث ناامنی در سایت های ثبت نام، بحث روز برگزاری انتخابات و ای که بحث تذکره؟ از دید شما واقعا اگر شما این مطرح کردیم که نه، خیلی از خانم های که در خانه هستن تذکره ندارن و اگه تذکره هم داشته باشن سه چالش پیش رو دارن. اگه نداشته باشن تذکره بگیرن، ثبت نام کنن، بیان رای بدن، آیا با این همه خانم حاضر میشن پای صندوق رای؟
تا بنامه تر که ما در اول یاد کردم که ثبت نام فهرست رای دهنده ها اما قدر که امتیازات و مزایای خود داره که ما امیدوار هستیم به این که انشالله یک انتخابات بهتر می داشته باشیم با شفافیت بیشتر و از او در تقلب جلوگیری میشه. در بحث امنیتی طبعا این مشخص است در جامعه افغانی که ما زندگی میکنیم با محدودیت هایی که زن ها دارن تهدیدات امنیتی زیادتر زنها را در انحصار قرار میده. احتمالا مردها امکانات بیشتر پیدا میکنن و میتونن که زیادتر حضور پیدا بکنن و زنها را زیادتر ای محدود میسازه و ای بیشتر نگرانی را برای زنها ایجاد میکنه که زنها کمتر بتونن از حق رأی خود استفاده بکنن. و آرزو به این میره که امطور که ما متحد به این هستیم که انشالله انتخابات برگزار میکنیم و میریم به طرف انتخابات، دولت که مسئولیت تامین امنیت جان اتباعی کشور داره با برنامه های بیشتر و بهتر و با یک هماهنگی که زیادتر بتونه حضور زنها را تضمین بکنه با ارگان ها و نهادها و با تعهداتی که جامعه بین المللی داره در قبال برگزاری انتخابات در افغانستان و حضور زنها به عنوان اتباعی افغانستان، باید که دولت برنامه های بهتر و خوبتر را تنظیم بکنه و تعهدات بیشتر را خانم بشیر حالا آرمانی بکنه. اگر فکر نکنیم دقیقاً چی کارا رو باید بکنه دولت، حالا که جامعه جهانی به کار کنه، حکومت به کار بکنه، اینا بحثی است که هم خودشان میگن هم کارشناسا میخوان هم مردم میخوان، اما واقعا باید بیا چه کار بکنه. در ولسوالی اوبه پشنوزرقون، گردان، در ولسوالی زاول، زیرکو، در خود شیندن، در اون مناطق خانمای به اصطلاح دختران نمیتونن مکتب برن و تهدید است در مقابل طالبا، عملا تهدید میکنن. چطوری یک خانم میتونه در روز انتخابات بره پای صندوق های رای، چطوری یک خانم میتونه تشکیل خود بره ثبت کنه؟ من می نگرانی را در حوال خدمت شما باید چه کار بکنه کردن. دقیقا حکومت باید چه کار بکنه؟ من امیره میگم که حکومت باید به تعهد خود بیشتر عمل بکنه، توجه بیشتر بکنه، امکانات بسنجه و با مطابق به مو حرکت بکنه. ما در بحث اول که خدمت شما عرض کردم گفتم که ناممکنات در فرصت های کم با نداشتن پلان های دقیق و درست، با در نظر داشت ای که ما در کجا زندگی میکنیم و فضای امنیتی ما در کدام سطح هست، نباید که به طور رویایی بر مردم وعده بدیم که ما این کارا را میکنیم و این نگرانی شدید ما زن ها. فکر نمیکنین این پروسه اگر چنان پیش بره تهدیداتی که در مقابل خانم ها وجود هم داره، خانم های امسال الا اگرچه خب مشخص تعدادشان اما بتونن کمتر برن در پارلمان چه در هرات چه در کل افغانستان؟ والا این رد میکنم، احتمالاً که خب سطح اشتراک خانم ها کم باشه چطور میتونن؟ نه خانم ها، خب خانم ها هم دیگه خانم های 10-15 سال قبل نیستن، اونا هم در حد یک فهم بالاتر شعور سیاسی رسیدن و میخوان که از حقوق و امتیازات خود استفاده بکنن. بقید که اشتراک خانم ها کم رنگ نخواد بود در پروسیجر کاندید شدن، خب به هیچ وجه کم نخواد بود، اما در پروسیجر رای دادن یک نگرانی هست که حضور خانم ها شاید کم رنگ تر باشه. ما یک توضیح میخوایم بهتون برای اینکه بیننده ها میخوایم بین قانون اساسی که تدوین شده حق امتیازی برای خانم ها دادن. بله. و این حق فوق العاده است، یک خانم شاید به 100 رای بره ولی یک مرد شاید به 10000 رای هم نره، چون چی کار شده این هست. و یک نکته است که با این وقتی قانون اساسی تصویب شد امین نگرانی بود که حضور خانم ها کم رنگ خواهد بود در انتخابات، رای نخواهد، اما در انتخابات گذشته خانم های کثیرات رای بردن، در شورای ولایتی رای بسیار بالای بردم، اما خوب. این دوره بحث ناامنی مطرح است. خب بر صورت امی خانم ها بر اساس امتیازی که برای از اونا بله خانم از هرات میتونه بره. شیخ صاحب میگه که نگرانی کم رایی نیست، اولا هر قدر کم رای داشته باشن خانم ها حق امتیازی خود که در قانون مد نظر گرفته شده، اما ما نمیخوایم سعی کنین ما از آدرس یک خانم نمیخوایم که همیشه هم امتیازای چی دلسوزانه برای خانم ها رعایت شوه. طبعا ما آرزو داریم که تمام زن ها هم برن به پای صندوق های رای و رای بتن و انتخاب خود داشته باشن و بفهمن که کی خوب است و کی به دردشون میخوره و کی کار و کی ناکارا. نگرانی ما همی است که ناامنی و زیقی پروگرام و بی‌برنامگی باعث هزینه شه که زنها نتونن از حق رأیشان که در قانون اساسی پیش بینی شده از او استفاده بکنن. حالا برام به گفته آقای شیر امتیازی دادن، چطور میشه که بیشتر برن؟ 6 نفر برن، 7 نفر برن، 8 نفر برن؟ بسیار عالی میشه و آرزوی ما همی است که ای کاش زنها تنها در بحث امتیاز اشتراک نکنن، بر رقابت برن ان شاء الله. درست، تشکر شما. آقای هاشمی، تلویزیون آریانا اخیرا یک همه پرسی در هرات اندازه کرد که در یام پرسی که از بیش از 2000 نفر صورت گرفت، 63% از مردم گفتن ما مطلقاً به پای صندوق های رأی نمیریم. دلایل مختلف داره، یک از دلایل این بود که
کمیسیون مستقل انتخابات در دوره های گذشته بسیار ضعیف عمل کرده و جانبدارانه. بحث ضعیفی که مشخص شد. عزیز شما واقعا جانبدارانه عمل کرده یا نه؟ پرسش های دیگه هم هست که با دو مهمان دیگه مطرح میشه. انتخابات نقش اکسیژن در نظام مردم سالاری داره. بدون برگزاری انتخابات نمیتونیم ما فرضاً ادعای حاکمیت مردمی داشته باشیم، تعیین سرنوشت بر اساس عملکرد مردم داشته باشیم. خب یکی بحث کمیسیون انتخابات نتونسته در انتخابات های گذاشتن مو آرمان ها و هدف مردم به ثمر برسانه، مشکلات داشته 100% عدیدگاه مردم. یک موضوعی که مردم بیشتر علاقه مندی نشون نمیده برای روند ثبت نام، علت یعنی می نمیگه اگر ما رای هم بدیم باز دارم اینجا تقلب و فساد صورت میگیره، رای ما هیچ ارزش نداره. 50% رای ما نه، 50% هم نمو موضوعی که میسون انتخابات. پیش از این شایعات به ولایت هرات فردان هست که کسانی که خور کندید میکنن بعض بزرگای مردم، بعد اونا خواهش میکنه، درخواست میکنه که برادر تو نمی شایسته نمی کندیدای نمی شورای ملی نیستی. او برادر میگه که ما امرای کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ما صحبت کردم. اونجوری ما صحبت ها فکر از نظر کمیسیون انتخابات هم ما مورد تایید قرار گرفتم. پیش از اینکه انتخابات برگزار شه. اینا یک موضوعاتی هست که مردم ناباور ساخته برای انتخابات. که مردم امروز حاضر میشه برای روند ثبت نام. یک موضوع روند ثبت نام، یک موضوع یعنی موضوع تذکره خیلی مهمه. آیا نمی 13 روز در ولسوالی، 12 روز در قریه‌جات، آیا میتونم برای زیادتر مردم ما خصوصا زنا در قریه‌جات تذکره ندارم؟ آیا نمی کمیسیون انتخابات می اداره ثبت احوال نفوس میتونه برای 12 روز به کل همی مردم در ولایت ایران به تمام قریه‌جات که یک ولسوالی اینجور 486 قریه داره میتونه این تذکره توزیع کنه؟ میتونه می روند پیش ببره؟ خود از این برای ما یک سواله که میتونه کمیسیون انتخابات زیر سوال ببره، به موزل که به مشکل برخورد کنه کمیسیون انتخابات. این یک موضوعیه که اگر وقت و زمان در نظر گرفته نشه، من فکر نمی کنم که به 12 روز در ولسوالی ها یا 13 روز در قریه‌جات اینا بتونم تمام مردم تذکره توزیع کنم، در صورتی که نیست مردم ها شاید مردم تذکره نداشته باشه. کسانی که از خارج از ولایت اومدن فعلا سکونت دارن در ولایت هرات، برای از اونا نتونه اینا وقت زمان یعنی تا 22 جوزا فکر کنم میار تعیین شده، بعد از پروسه جمع میشه. این خود از یک مشکل برای مردم ایران. درست، تشکر شما. آقای شیرچنان چه پیشتر هم گفتم در همین همه پرسی از دخالت احزاب سیاسی مردم یک از دلایلی گفتم ما به انتخابات اصلا شرکت نمیکنیم. همین گفتن احزاب سیاسی در افغانستان دخالت میکنه. احزاب قدرتمند مطرح کردم، جمعیت حزب اسلامی، احزاب دیگه که هست در افغانستان، اینا میگن در سال گذشته هم دخالت داشتن و امسال هم تلاش میکنن که دخالت داشته باشن در اینکه چه افرادی از کدام ولایات طبق خواست خود از یا در پارلمان بعد جای بگیرن. به نظر شما این نگرانی هنوز هم وجود داره، دخالت احزاب سیاسی در پروسه انتخابات؟ اصلا این نگرانی وجود نداره. به هیچ وجه این احزاب به حد نیستن و نفوذی در حاکمیت هم ندارن که بتونن این مداخله را انجام بدن. البته شاید افرادی داشته باشن، جمعیت عملا در حکومت سهم داره و بیشترین کرسی‌ها داره. اینمی اهتمامات در نظر گرفته شده و هشدارهایی که در روز آغاز ثبت نام داده شد به این معناست که اینا نمیتونن و من مطمئن هستم که این پروسه رو تو نباشه. حالا شاید در یکی از مراکز یک رئیس سایت یک هماهنگی بکنه، این بعید نیست. یا افغانستان انتخاباتش امکان داره، ولی تو که بیای بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشه که افراد بیارن، من والا بسیار ایگاب نمیپذیرم. نه حزب اسلامی در حد است که بحث بکنه، یک حزب جمعیت است که او هم فرصت حال نداره و اعضای کمیسیون هم که ساخته شده بی‌طرفیشان مطرح است. ولی خب باز برای شما میگم که احتمالا در بعض سایت ها این مثل که یک کس مناسبات قومی هنوز بیشتر است از مناسبات حزبی. اون مناسبات شاید، ولی مناسبات حزبی را من هیچ نگرانی ندارم و قاطعیتی هم که گاهی در برابرشان صورت میگیر از طرف حاکمیت برشان جزا نخواد داد که کاشه. این نگرانی مشخص کمیال در افغانستان برخی ولایات، مثلا در غرب افغانستان برخی از ولایات، برخی از ولسوالی‌ها مشخصاً از حزب جمعیت دارن حمایت میکنن. در شرق افغانستان از حزب اسلامی دو حزب کالا میگن مقتدر.
اماد میکنن و حاکمیت دولت در او ولسوالی ها وجود نداره. چطور شما خوشبینین که میگین که نه ای عذاب با اینکه مردم میگن قدرتمند، شما خوشبینین که این عذاب هیچ نقش نمیتونن داشته باشه؟ وقتی حاکمیت وجود نداشته باشه چطور وقتی حاکمیت عذاب سوء استفاده نمیکنن از وضعیت؟ احمدی صاحب اگر حاکمیت وجود نداشته باشه انتخابات دایر نمیشه. اما در برخی ولسوالی ها هم حاکمیت وجود نداره. خب که نداره انتخابات نمیشه دیگه. اما انتخابات برگزار میشه، صندوق هم میگذاره. نه امکان نداره وقتی که امی سایت ها را مشخص کردن. حاکمیت حزبی است. نه حاکمیت حزبی، ما حاکمیت دولتی را مطرح میکنیم. حاکمیت انتخابات در جای میشه که حاکمیت دولت در اونجا تامین باشه. اگر یک کس حزب خود طالب هم پس یک ساحه داره حزب بشه با اونجا نمیشه، چون این پروسه ملی است. ببینید حزب جمعیت، حزب اسلامی حق داره که افرادش خود را تشویق بکنه که حق دارم دخالت نه. نه دخالت هم نه، دخالت اجازه داد نه نمیشه، ولی میتونن کمپاین بکنن. شاید حزب جمعیت بتونه 50 نفر به پارلمان روان بکنه، نفرای خود بخواه تشویق بکنه، یقشان است، حق شهروندی شان است. حزب اسلامی، حزب وحدت، حزب مثلا جنبش، اینا میتونن. اما این نگرانی را ما شخصا ندارم که احزاب به حد باشن که در پروسه کمیسیون مداخله بکنن و تقلب وسیع بکنن به نفع افراد خود. بله تلاش خود کردن، مثلا شاید بگفتم افرادی که در کمیسیون هم به نام دیفسی یا سایت حضور پیدا میکنن افراد همین جامعه هستن، یا مربوط احزاب بودن یا نبودن، مربوط اقوام هستن دیگه، هستن نیترال که نیستن دیگه، او افراد هستن طبیعا تعلقات دارن، بعید نیست. اما به شکل وسیع که تو نگرانی مردم را کرده، ما کدام اسم قوی را نمیبینم که تو کار کرده. شکر از شما خانم بشیرها، شما با حرفای آقای شهر موافقین که احزاب نمیتونن سوء استفاده کنن، چنانچه مردم نگرانی مسئله ما در همه پرسی که در شهر و 19 ولسوالی هرات با باشندهای از اون ما مصاحبه انجام داده؟ البته ما شما به چشم سر میبینیم که فعلا ما در یک حکومت اشتراکی هستیم که 50% حکومت به یک جناح و 50% به یک طرف دیگه تعلق داره و در اون یک طرفش حزب جمعیت مطرح است که در اونجا افراد خود داره و در حکومت سهم داره. ما عین همین مورد تایید میکنم که اینا میتونن کاندیدای بیشتر داشته باشن، کمپاین های وسیع تر داشته باشن، از امکانات خود استفاده بکنن کردن. اما بحث دخالت نه، چرا که کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیشنرایی که تعیین شدن افراد بی‌طرف هستن و غیر جانبدارانه عمل خواهد کردن و توقع مردم هم همین میره. احتمال اینجا افغانستان است و هر کس از زور قدرت خود به نوعی از آن استفاده میکنه برای پیروزی خود یا برای رسیدن به هدف خود. اما دخالتشان ما در یا تشبثشان در امور کار انتخاباتی ناممکن یا بعید میدانم. درسته، در انتخابات های قبلی یکی از نگرانی بسیار جدی بحثی بود که دولت دخالت میگه در کمیسیون مستقل انتخابات، چنانچه در انتخابات شورای ولایتی سال گذشته مشخص شد که حکومت افراد حکومتی به اصطلاح تلاش کردن افراد مورد خواست مورد نظر خود در شورای ولایتی بیارن که شد آنچنان، در انتخابات پارلمانی گذاشتم همچنان. حالا این مسئله تا چی اندازه نگران کننده است که دولت مدیریت کنه کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به میل خود، آنچه که مثلا آقای غنی در حال حاضر میخواد افراد مورد نظر آقای غنی و در پارلمان جای بگیرن؟ خب این تا چی اندازه نتونه هم برمیگرده به نظارت از نظارت و نمیلی از پروسیجر انتخابات که باید به صورت شفاف و غیر جانبدارانه باشه، اشتراک خود مردم، جلوگیری از تقلب، تمام همی عوامل میتونه باشه. سالهای گذشته را که مردم بیش از حد بود، نظرهای بین المللی حضور داشت، اما باز هم تقلب بسیار گسترده بود و به نفع حاکمیت شد. خب حتما در هر کشوری نه تنها افغانستان مردم از قدرت حاکم یک بیم و یک احراز دارن که او به نفع خود یا طراحی شده یا مهندسی شده در انتخابات مداخله بکنه. این تنها این نگرانی بر افغانستان نیست، بر تمام، حتی ما شما شاهد از این بودیم که در انتخابات گذشته ایالات متحده آمریکا هم همین نگرانی بود که از اعمال نفوذ و از قدرت و از بعض موارد استفاده شد و شاید هم تخطیهای صورت گرفت. ما نمیتونیم متوقع باشیم در یک کشور مثل افغانستان که یک انتخابات کاملا پاک و انتخاباتی که در او هیچ اعمال نفوذ نشده باشه داشته باشیم. این نگرانی موجود است که احتمال از این میره در او مهندسی شده یا طراحی شده کسهای یا جناهای یا قدرتهای به نفع خود استفاده بود. تشکرشون. انتخابات قبلی مربوط به حکومت قبلی بوده، حالا حکومت وحدت ملی حکومت جداست و تجربه نشان داده که این حکومت انضباط اداریش بیشتر نسبت به حکومت است. این تانسته تا اندازه اون جلوی اون فساد گسترده و
مشکلاتی که در دوره حاکمیت کرزی بود او را مهار بکنه و این مبارزه بکنه. این انتخابات امتحان است برای این حکومت جدید. آقای شهید، در نهادهای بین المللی که اخیراً برخی گزارش‌های خود منتشر کردن، مستقیماً این حکومت را گفتن غرق در فساد اداری است و پیشتر خود شما مطرح کردیم، خانم بشیر هم مطرح کردن که اگر حکومت می‌خواست انتخابات خوبتر و بهتر برگزار بکنه، چرا بحث توزیع تذکره را از قبل آغاز نکرد؟ چرا ذهنم هنوز هم نامزدا هم مردم با سوالیه خلق شده که آقای هاشمی هم گفتن که 6 ماه مانده هم ثبت نام کن هم تذکره بگیر و هم در این شرایط امنیتی برو رای بده. خود این حکومت هم از دید شما با این ببینید، من هم این حکومت 100% میاری شده ولی رهبریش تغییر کرده. ببینید ما باید ما تفاوت قائل شیم. من نمیفهم رهبری تغییر کرده و فعلا چیزایی که ما میبینیم یک کمک اونمو فسادهای کلان را مهار کردن، حداقل میترسن و فسادها نیست به او حدی که در وقت از اونها بود. ما نمیگیم که کل دولت اصلاح شده. ببینید در انتخابات قبلی هم کمیشنرها رئیس کمیسیون عامل تقلب نبود، کسایی که در دیفسی هایی که در ولایت بودن همو افراد هنوز در کمیسیون مستقل انتخابات هنوز جای دارن. پس نمیتونیم بیایم بگیم او حکومت نقش گسترده در فساد داشت و این نداره، در صورتی که کمیشنر را عوض شد درست، اما دیفسی ها هنوز هستن. نه دیفسی ها تغییر کرده، دیفسی ها جدید. من برای شما میگم که خوینا هم از افغانستان هستن، ولی چاره چیست؟ همین پروسی را که تغییری که حالا آمده اینی پروسه ثبت نام رای دهندگان و باطل شدن کارتا هست. درست. یک گام مثبت است. انتخابات معیاری را ما نخواد داشتیم. فراموش نکنین که کسایی که به انتخابات معیاری رسیدن از این حالت گذشتن، همین تجربه را کردن. ما نباید مایوس بسازیم مردم، ما نباید آیه یأس بخونیم. ما تلاش میکنیم. اما آگاهی باید آگاهی مهم کنیم. ما تلاش میکنیم به انتخابات بهتر داشته باشیم. تشکر شما. آیا شما از دید شما مسئله دخالت احزاب و دخالت خود دولت در کمیسیون مستقل انتخابات برای آنچه که هم عذاب میخوان هم خود حکومت میخواد تا چه اندازه نگران کننده است؟ خب در افغانستان یک انتخابات آزاد و عادلانه نیازه و در انتخابات آزاد و عادلانه شفافیت 100% نیازه و مدیریت مشروع و قابل اعتماد مردم نیازه. حکومت خود پلان داره که اکثریت آرا در شورای ملی داشته باشه. این خود میتونه زمینه آور فساد باشه. به حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از فساد گسترده، شما فکر کنید ما بارها از طریق رسانه‌ها دادخواهی کردیم، صدا خر بلند کردیم. اداراتی که فساد میکنه تا یک نفر از او اصلاح شده؟ یک اداره اصلاح شده؟ از جمله گمرک ولایت هرات میگم. آقای شهید میگم میزان فساد در این حکومت نسبت به حکومت دیگه خیلی کمتره. کنیم تا ما در می شرایط عقایق نگیم ما به جایی نمیرسیم. حکومت امروز متاسفانه در قبال فساد بیتفاوته. تمام افرادی که به داخل ادارات کار میکنم اینا بر اساس یک چیز میایم، بر اساس یا روابط یا ضوابط یا بر اساس فساد میایم که فساد گسترده در تمام ادارات وجود داره، جریان داره. متاسفانه شما در ولایت هرات در مقام خود ولایت یک اداره به نام تفتیش نداره که بتونه ادارات تفتیش کنه. اسکنر فردن در مدیریت گمرک استانقره غیر فعال نگذاشته شده. تقریبا 2 سال میشه. بله. 1.5 میلیون دلار سر از او بودجه مصرف شده. شما به داخل کانتینرها میبینید که موتورهای ویشی بس سابق که اور میامد اور به شکل پرزه میاردن، حال بسته بندی کرده میاد به داخل ولایت هرات به فروش میرسه. شما و امیر رضا به جریان هستین در مدیریت گمرک استانقره سر موضوع جرامد تانکرهای تل چند رو تانکرها به زونجی خوابیده بود به داخل گمرک استانقله؟ شما می بار کماده خود جرامد بین مدیر گمرک استانقله و بین تاجر فرزن وارد کننده نفت و وارد کننده آره شما به بس با در برنامه بعدی میپرزن دقیقاً بس هدف سر فساد پس فساد جلوگیری نشده، فساد بیشتر شده، بیشتر رشد داده شده، بیشتر فرزن این کشاف پیدا کرده. حالا شما میگیم حکومت تلاش میکنه که افراد مورد نظر خود در پارلمان جای بده، چرا؟ بتونه اکثریت آرار به دست داشته باشه که چه کار بکنه؟ تمام خواستای خود خورفردن به سر مردم افغانستان تحمیل کنه. یک از جمله اهداف حکومته. شما میفهمید که در پارلمان سر یک موضوع یک معاونیت چندین دلار سرمایه گذاری میشه، آیا حکومت به جریان نیه؟ حکومت توانه ای امیر نداره که جلوگیری کنه از فساد؟ اما در مدیریت ظرفیت قوی هم حکومت نداره. پس ما نمیتونیم حکومت بگیم وقتی حکومت در خانه ملت حاکمیت نداشته باشه، فساد گسترده در خانه ملت جریان داشته باشه، در تمام وزارتخانه وجود داشته باشه،
خب این خود حکومت زیر سوال میبره. عذاب چی؟ بس عذاب واقعا میتونم دخالت داشته باشم؟ عذاب میتونه منافع خود خور داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که عذاب در این قسمت نمیتونه برای خود خود کار کنه. میتونه در منافع خود خود داشته باشه، برای خود خود کمپاین کنه، مورای مورید تایید خود خود داشته باشه، به پارلمان اونار کاندید کنه، کاندیدات داشته باشه و از اونها حمایت کنه. در هر جایی که حاکمیت قانون نبود اونجا 100% تقلب وجود داره، 100% فساد وجود داره. تشکر از شما. لازم به ذکر است ما از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز دعوت کردیم تا به این برنامه حضور داشته باشه و پرسش هایی که مطرح میشد به اونا جواب مطرح کنن، اما حاضر نشدن. تشکر از شما جناب آقای شهیر، جناب خانم ماریا بشیر و آقای هاشمی که به این برنامه آمدیم. این بود برنامه نگرش که از استودیو هرات تقدیم شما شد. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.